صدها کاسه فلزی هر روز ردیف می شوند روی میز، اما نه برای پخت دیزی، بلکه برای پخت نان، نان قالاج، تنها یادگار سپید روزهای سیاه جنگ جهانی دوم در مازندران. این نون مخصوص اروپای شرقیه، بعد سربازای روس در جنگ جهانی دوم از این استفاده می کردن و موندگاری بالایی داره. آقای حسنی و همسرش به رسم آبا و اجدادی 30 سال است که هر روز 600 خمیر ریخته شده در قالب‌های فلزی را در تنوری 50 ساله می‌ریزند تا قالاج‌ها آماده سفر به سفره‌های مردم شوند. پخت نون قالاج 2 ساعت زمان می‌بره. یه روز دمی می‌گیرم و نگه میدارم، بچه‌م استفاده میکنم، برای بچه‌م بیشتر خیلی دوست داره. حتی اگر مونده بیاتشم خیلی خوشمزه، تو کتلتو کوفتم حتی زدیم. الانم که چند سالی رفتم تهران و کرج، هر وقت میایم 10-15 تا 20 تا میخریم. از خارج از کشور تقاضا میکنن، ما پشتی براشون میفرستیم، چون موندگاری بالایی داره. حدودا می‌بینید بعضی موقع تا کانادا 20-25 روز می‌کشه که این بره به دست مشتری برسه. این نانوایی 3 نسل است نان جهانی پخت می‌کند، نانی که اگرچه با مشقت پخته می‌شود، اما نان‌های امروزی نتوانستند هنوز از گردونه خارجش کنند. نون قالاج به علت نداشتن جوش‌شیرین بسیار مفیده. سبوسی که داخل نونه باعث میشه معده اذیت نشه، با حرارت غیر مستقیم پخت میشه. نان قالاج قصه یک نانوا و یک نانوایی در مازندران است که سعی دارد طعمش را زنده بدارد و میراث فرهنگی استان نیز میخواهد آن را ثبت ملی کند. پیشنهاد داده شده از طریق میراث که در فهرست نانهای حجیم به ثبت ملی برسه. در سالهای گذشته پخت نان قالاج در استانهای گیلان و گلستان رونق خوبی داشت، اما به دلایل مختلف آتش تنور این نانوایی ها خاموش شد. اگر میخواهید مزه این نان ماندگار و محبوب را بچشید، کافیست یک سر بیایید مازندران و سراغ قائم شهر.